بیش از چهل و یک نفر آمار جانگداز قربانیان کرونا در سی صد و هجده شهر بیماران کرونایی بستری در خوزستان 60 درصد افزایش یافته است. کارزار بین المللی برای آزادی دانشجویان و همه دستگیر شدگان در یورش های اخیر اطلاعات و سپاه آخوندها به دنبال فراخان خانم مریم رجوی خانم رجوی بار دیگر از دبیر کل ملل متحد کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ایران خواستار بازدید های بین المللی از زندانهای رژیم و دیدار با زندانیان گردید. نامه کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک به کمیسر عالی حقوق بشر فراخان به مداخله برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران به ویژه علی یونسی و حسین مرادی و 18 تن دیگر از دستگیر شدگان. سازمان جوانان حزب کارگر نروژ بیست مخالفی که به خاطر دموکراسی خواهی دستگیر شدند نباید با شکنجه یا اعدام مواجه شوند روزنامه حکومتی وطن امروز انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در شورای سران قوا برای جبران کسری بودجه تصویب شد. برایان هوک ما آماده بازگرداندن تحریم ها با مکانیسم ماشه هستیم. نزدیک به 400 نماینده کنگره از دیپلماسی وزیر خارجه آمریکا برای تمدید ممنوعیت تسلیحاتی رژیم ایران حمایت می‌کنند. شورای امنیت باید تهدید و باجخواهی روحانی را رد کند سناتور تد کروز ترامپ باید ماشه تحریم های سازمان ملل متحد علیه رژیم ایران را بچکاند شمار قربانیان کرونا در 318 شهر بیش از 41700 نفر است. وزارت بهداشت رژیم اعلام کرد شمار مبتلایان در 24 ساعت گذشته 2102 نفر بوده که بالاترین رقم در چهل روز گذشته است. در بحبوحهی کرونا در وحشت از بالا گرفتن خیزش های مردمی، دستگیری و احضار جوانان دانشجویان و هواداران مجاهدین و خانواده های آنان به احکام زندان های طولانی مدت برای زندانیان سیاسی ادامه دارد خانم رجوی بار دیگر خواستار بازدید حیط های از زندان ها و دیدار گزارشگر ویژه با زندانیان سیاسی شد سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر جمعه 26 اردیبهشت 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 318 شهر ایران از 41700 نفر گذشت. شمار قربانیان در تهران به 6930 نفر، در خراسان شمالی به 470 نفر، در خوزستان به 2475 نفر، در زنجان به 495 نفر، در سیستان و بلوچستان به 1230 نفر در فاس به 1025 نفر، در کرمانشاه به 990 نفر، در مازندران به 2590 نفر و در هرمزگان به 182 نفر رسیده است. با بازگرداندن مردم بر سر کار توسط خامنه ای و روحانی شمار مبتلایان در دو هفته گذشته روند سعودی پیدا کرده و به فاجعه کرونا ابعاد جدیدی بخشیده است. سخنگوی وزارت بهداشت امروز شمار مبتلایان در 24 ساعت گذشته را 2102 نفر اعلام کرد که بالاترین رقم در چهل روز گذشته است. استاندار خوزستان گفت موارد بستری کرونا در خوزستان 60 درصد افزایش یافته در حالی که تعداد موارد سرپایی حدود سه برابر افزایش یافته است. سایدی نماینده مجلس ارتجا از دشت آزادگان گفت شرایط خوزستان در ارتباط با ابتلای مردم به ویروس کرونا بسیار بحرانی است یک چهارم آمار مبتلایان در کشور متعلق به خوزستان است متاسفانه وزارت بهداشت برای ارائه کمک به خوزستان به وعد و وعیدها بسنده کرده و ما هنوز اقدام عملی خاصی را از سوی وزارتخانه مشاهده نکرده ایم پارچه برای این کار تولید ماسک در اختیار نداریم و دولت هم پارچه در اختیارمان قرار نمی دهد و تا این حد مردم خوزستان در تنگنا به سر می برند. خبرگزاری حکومتی مهر امروز نوشت خوزستان از قعر جدول اپیدمی کرونا امروزه به جایگاه دوم سود کرده گویا خیز بلندی هم برای تصاحب جایگاه اولی برداشته است در استان خوزستان کمبود آب مزید بر علت شده است علاوه بر خوزستان در سایر استان ها نیز وضعیت بحرانی است معموری فرماندار شهرستان مانه و سملغان از خراسان شمالی گفت ما فقط 32 تخت بیمارستانی داریم و بسیاری از امکانات در آن وجود ندارد بیش از یک سوم یعنی 24 کادر درمان بیمارستان پورسینا مبتلا شدهاند. یکی از مشکلات ما نبود مراکز درمانی مناسب برای این موضوع است حسین پور فرماندار شهرستان راز و جرگلان در خراسان شمالی گفت در این شهرستان بیمارستان نیست صادق فرماندار شهرستان فاروج نیز از ابتلای بخش اعظمی از کارکنان شهرداری به کرونا و مبتلا شدن هفت نفر از یک خانواده در یک روستا خبر داد. خبرگزاری نیروی قدس امروز گزارش کرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از بستری شدن هفتاد بیمار جدید خبر داد. این در حالی است که بسیاری از مردم اجاره بها، اقساط بانکی، هزینه های تحصیلی، خوراک و پوشاک، چک بانکی و پول آب و برق و گاز را به عنوان مهمترین دلایل حضورشان در اجتماع عنوان می کنند. این خبرگزاری افزود پس از بازگشایی کسب و کارها حجم افراد مبتلا به کرونا در هرمزگان رو به فزونی گذاشت و در هفته اخیر میانگین ابتلا 60 نفر در روز بوده است این زمانی نگران کننده تر می شود که مدارس نیز بازگشایی و معلمان و مدیران به حضور در مدارس اجبار شدند اختیاری کردن حضور دانش آموزان نیز نمی تواند خطر ازدیاد مبتلایان را کاهش دهد در لورستان اساندار این اصان اعلام کرد چند روزی است که تعداد مبتلاها به کرونا افزایش یافته است رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت طی 24 ساعت گذشته 110 نفر به مبتلایان به کرونا در لورستان اضافه شده است در اردبیل رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت این از لحاظ شیوع کرونا همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد در خاش فرماندار این شهرستان گفت وضعیت شیوع کرونا در شهرستان خاش رو به قرمز است از سوی دیگر به موازات بالا گرفتن بحران کرونا فاشیسم دینی حاکم در وحشت از خیزش های مردمی به دستگیری و احضار دانشجویان، جوانان، زندانیان سابق و هواداران سازمان مجاهدین و اعضای خانواده آنها و صدور احکام زندانهای طولانی مدت برای زندانیان سیاسی ادامه می خانم مریم رجبی در شانزدهم اردیبهشت به یک کارزار بین المللی برای آزادی دانشجویان و همه دستگیر شدگان در یورش اخیر اطلاعات و سپاه پاسداران فراخوان داد. خانم رجوی امروز بار دیگر از دبیر کل ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و دیگر گزارشگران زیرفت خواستار اعزام هیئت‌های حقیقتیاب برای بازدید از زندان‌های رژیم آخوندی و دیدار گزارشگر ویژه با زندانیان سیاسی شد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 26 اردیبهشت 1399 سخنگوی مجاهدین درخواست ویزا از آلبانی برای هشت هزار بسیجی مهربان و اطلاعاتی خانواده دوست در بحبوحه کرونا و تشبسات مزدوران برونمرزی نیروی تروریستی قدس برای دیدار با خیشاوندان در آلبانی آن روی سکه دستگیری و شکنجه دانشجویان و جوانان دلیر و شورشگر است سخنگوی مجاهدین خطاب به مزدوران ارتجا و انجمنهای نجاست اطلاعات آخوندها تحت عنوان خانواده مجاهدین فاصله همه جانبه کرونایی اجتماعی و سیاسی خود را با مجاهدین حفظ کنید و الا به قول امامتان خمینی سیلی خواهید خورد سیلی مجاهدین و کانونهای شورشی البته آتشین است قالب کردن دشخیمان اوین و معموران اطلاعات و مستخدمان نظام تحت عنوان سردبیر و خبرنگار و انجی او و محقق و تحلیلگر ترفند لورفته است و دیگر اثر ندارد. نامه کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک به کمیسر عالی حقوق بشر فراخان به مداخله برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران به ویژه علی یونسی و حسین مرادی و 18 تن دیگر از دستگیر شدگان آنچه بر شدت خطر می‌افزاید گسترش ویروس کرونا در زندان‌های ایران است. این افراد و سایر شدگان در معرض ویروس مرگبار کرونا هستند. کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک طی نامه‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد خواستار مداخله وی برای آزادی زندانیان سیاسی ایران به ویژه دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف و 18 تن دیگر از دستگیر شدگان اخیر شد. در این نامه به امضای دیوید کیلگور خطاب به کمیسر عالی آمده است قوه غذایی رژیم ایران بعد از 26 روز سکوت اعلام کرد که امیر حسین مرادی و علی یونسی دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف در تهران به خاطر همکاری با اپوزیسیون مجاهدین خلق دستگیر شدند علی یونسی برنده مدال طلای دوازدهمین المپیاد بین المللی نجوم و فیزیک نجومی در سال 2018 است. او پیشتر مدال‌های طلا و نقره المپیاد ملی نجوم را در سالهای 2016 و 2017 برده بود. امیر حسین مرادی نیز در سال 2017 مدال نقره المپیاد نجوم و فیزیک نجومی را برد. مجاهدین خلق در ضمن اسامی 18 بازداشتی دیگر در شهرهای مختلف را که در معرض خطر شدید هستند منتشر کرده است. کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک در ادامه نامه خود نوشت دروغها لاپوشانی ها و اتهامات ساختگی علیه ایرانیان بیگناه و شهروندان دوملیتی در کانادا به خوبی شناخته شده هستند. ما هنوز در انتظار حسابرسی دولت در پرونده های زهرا کازمی و کاووس سید امامی هستیم. آنچه بر شدت خطر در این بره می گسترش ویروس کرونا در زندان های ایران است، که این افراد و سایر شدگان را در معرض این ویروس مرگبار قرار می دهد. از طرف کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک از شما می خواهم برای تضمین آزادی زندانیان سیاسی که به خاطر ادالت خواهی و کرامت انسانی برای همه ایرانیان از بی رنج میبرند حد اکثر فشار خود را بیاورید. سازمان جوانان حزب کارگر نروژ 20 مخالفی که به خاطر دموکراسی خواهی دستگیر شده اند نباید با شکنجه یا اعدام مواجه شوند. سازمان جوانان حزب کارگر نروژ نیز با انتشار تصاویر دستگیر شدگان اخیر نوشت رژیم ایران اخیراً 20 مخالف سیاسی را به دلیل دموکراسی خواهی دستگیر کرده است. در حال حاضر احتمال زیادی وجود دارد که این افراد با زندان طولانی مدت شکنجه یا اعدام مواجه شوند. هیچ کس نباید برای دموکراسی خواهی زندانی شود، مورد حمله قرار گیرد یا اعدام شود. برایان هوک ما آماده بازگرداندن تحریم ها با مکانیزم ماشه هستیم. نزدیک به 400 نماینده کنگره از دیپلماسی وزیر خارجه آمریکا برای تمدید ممنوعیت تسلیحاتی رژیم ایران حمایت می‌کنند. شورای امنیت باید تهدید و باجخواهی روحانی را رد کند. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای ایران طی مقاله‌ای در وال استریت جورنال 24 مردی بهشت تاکید کرد دولت آمریکا از تمامی راهها برای تمدید تحریم تسلیحاتی رژیم ایران استفاده می کند. وی نوشت ممنوعیت تسلیحاتی 13 سالی رژیم ایران در آبان ماه به پایان می رسد. برای اجتناب از این امر شورای امنیت باید قطعنامه را به منظور تمدید ممنوعیت تسلیحاتی این رژیم تصویب کند چنانچه این تلاش به واسطه یک وتو شکست بخورد دولت آمریکا آماده به کارگیری تمامی گذینه های قانونی موجود برای تمدید این ممنوعیت است بریان هوک خاطر نشان کرد روحانی که اهمیت این موضوع را درک می کند هفته گذشته در تلویزیون رژیم ایران اعلام کرد در صورتی که تحریم تسلیحاتی این رژیم تمدید شود پاسخی کوبنده خواهد داد این تهدید به منظور مرعوب کردن کشورهاست تا رفتار مستمر خشونتبار رژیم ایران را از ترس چیزی بدتر قبول کنند اما شورای امنیت باید تهدید و باشخواهی روحانی را رد کند آمریکا با دیپلماسی خود به جلو حرکت خواهد کرد و برای تمدید ممنوعیت دنبال کسب حمایت خواهد بود نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای ایران نوشت ما قدنامه ای تنظیم کرده ایم و امیدواریم که تصویب شود اما چنانچه دیپلماسی آمریکا به واسطه یک وتو شکست بخورد آمریکا حق خود برای تجدید ممنوعیت تسلیحاتی از طرق دیگر را حفظ می کند. قدنامه 2231 شورای امنیت 2015 اغلب تحریم های ملل متحد را برداشت. اما در عین حال مکانیزم قانونی ویژه‌ای برای برخی کشورها ایجاد کرد تا تحریم‌ها را بازگردانند ممنوعیت تسلیحاتی یکی از این تحریم هاست. برایان هوک خاطر نشان کرد نزدیک به 400 عضو مجلس نمایندگان آمریکا که یک اکثریت بالاست نامه ای را امضا کردند که از دیپلماسی وزیر خارجه مایک پمپئو برای تمدید ممنوعیت تسلیحاتی رژیم ایران حمایت می کند. سناتور تدکروز ترامپ باید ماشه تحریم های سازمان ملل متحد علیه رژیم ایران را بچکاند. تد از اعضای ارشد سنا و کاندیدای سابق ریاست جمهوری آمریکا در توییتر خود نوشت رژیم ایران طی سالیان برنامه تسلیحات اتمی خود را مخفی کرده و حتی در جریان معامله فاجعه بار هسته‌ای اوباما در مورد آن دروغ گفته است. زمان آن رسیده که دونالد ترامپ ماشه تحریم های سازمان ملل متحد را بچکاند و این توافق را برای همیشه پاره کند. من از این اقدام او در این مسیر قدردانی می کنم. فاکس نیوز آمریکا خواستار تشکیل یک جلسه شورای امنیت پشت درهای بسته شد. درباره اقدامات آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه رژیم آخوندی فاک نیوز گفت دولت ترامپ فشار را بر شورای امنیت ملل متحد برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی 13 ساله رژیم ایران افزایش داده و تهدید کرده است که تمامی گزینه‌های قانونی را برای تمدید این تحریم‌ها در صورتی که چین و روسیه آن را وتو کنند اتخاذ خواهد کرد. آمریکا روز چهارشنبه بر اساس چارچوب های قطنامی 2231 توافق هستهی برجام را نیز شامل می شود، خواستار تشکیل یک جلسه شورای امنیت پشت درهای بسته شد. این جلسه با هدف بررسی پرتاب ماهواره نظامی به مدار زمین توسط رژیم ایران تشکیل شده بود. شرکت کنندگان از این جلسه برای بررسی نقض مستمر تحریم ها توسط رژیم ایران استفاده کردند. نقض مواردی که شامل ارسال سلاح به شبه نظامیان نیابتی در منطقه نیز می شود. روزنامه حکومتی وطن امروز انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در شورای سران قوا برای جبران کسری بودجه تصویب شد. روزنامه حکومتی وطن امروز درباره کسری کلان بودجه سال 99 نوشت کابوس کسری بودجه سال 99 زودتر از آنچه که کارشناسان پیش بینی کرده بودند تبدیل به واقعیت شد و دولت مجبور شد برای پوشاندن این عقب ماندگی در دومین ماه سال با ارسال پیشنهادی به شورای سران قوا درخواست مسببه انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را بدهد در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیشنهاد دولت مبنی بر انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای جبران کسری بودجه امسال به تصویب رسید انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی علاوه بر 90 هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال جاری آمده است قرار است صورت گیرد با وجود اینکه دولت اصرار دارد کسری بودجه را به کرونا و طبعات آن مرتبط بداند اما بدون در نظر گرفتن این موضوع هم بودجه سال 99 با کسری مواجه می شد. در جریان بررسی لایحه بودجه 99 در کمیسیون تلفیق مجلس کارشناسان بارها با اشاره به کسری بودجه حداقل 100 هزار میلیارد تومانی هشدار داده بودند. بر اساس آخرین آمار و اتاق بازرگانی رژیم در تهران ارزش صادرات کالایی در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 36 درصد کاهش یافته است بر اساس این آمار طی همین مدت ارزش واردات کالایی نیز 17 درصد کاهش نشان می دهد. خبرگزاری حکومتی ایسنا گزارش داد تاجران ایرانی در نخستین ماه از سال جاری حدودا یک میلیارد و 600 میلیون دلار صادرات داشتند که این عدد در قیاس با مدت مشابه سال قبل کاهشی 36 درصدی را نشان میدهد. واردات در فروردین 1398 نیز بیش از 2.3 میلیارد دلار بوده که در فروردین امسال به کمتر از دو میلیارد دلار رسیده و کاهشی 17 درصدی را نشان میدهد. با سلام اخبار سیمای آزادی را ادامه می دهیم. در حالی که آخوند روحانی برای بوسبازی قارتگرانی رژیم بازارگرمی می کند، عبدالملکی یک کارشناس رژیم به فضیحت این کلاهبرداری بزرگ حکومتی از کرد که دعاوی شیادانی روحانی برای خالی کردن جیب مردم را برملا می کند. این که بیرونی ها تبلیغ می کنند که مردم ایران به نظام ایران به دولت ایران اعتماد ندارند کاملا دروغ میگن وضع اقتصادی ما بورس ما شاهد بر دروغگویی اونها پسنداز بانکی ما شاهد بر دروغگویی اونها این نقدینگی اگر وارد تولید نشه وارد هر جای دیگری که بشود حتما خسارت بالا میاره و باعث تخریب اون بازار میشه قیمت ها رو به صورت انفجاری افزایش میده مهمترین در واقع خطری که در ارتباط با بورس در الان اقتصادی ایران مطرح میشه که به نظر من خطر قابل ملاحظه و قابل توجهی هست این است که بورس ما حبابیه شرکت هایی که در واقع ببخشید من این استاد میگم به لعنت خدا نمیارزن قیمتشون به سهامشون به در واقع فلک رسید من یکی دو تا مثال برای شما بگم که مردم بدونن که چه اتفاقی میفته شرکتی که به اصطلاح ماده 141 بوده در اصطلاح تجارت یعنی این شرکت ورشکسته بوده دنبال این بوده که از دادگاه حکم ورشکستگیش رو بگیره که سهم 60 تومن بوده قیمت سهامش از 60 تومن شده 6000 تومن یعنی چند برابر شده 100 برابر شده خب شرکتی که ورشکسته است چی... یعنی چی که قیمت سهام شد... صد برابر میشه یا بعضی شرکت هایی که در واقع بعضی از بانک ها که دربارشون الان صحبت میشه سرجم در واقع حساب سرمایه خیلی از بانک ها منفیه منفی یعنی که این بانکه عملا هیچی نمیارزه یعنی شما این بانک رو بدید شما که سهام دارید یه چیزی ما روش دروش بدید این هیچ به بانک مرکزی در واقع این قضیه نمیخوام اسم ببرم سهام اینها به صورت داره رشد میکنه این اتفاقی که داره میفته یعنی در خیلی از سهام ها در واقع به شدت فضا حبابی است و این حباب یعنی چه یعنی شمایی که خب خیلی از مردم عادی وقتی قیمت رو رشد میکنه و به اوجش نزدیک میشه ورود میکنند یعنی آی مردم مراقب باشید خطرناکه گاهی افراد میان یک سهمی که ارزش نداره رو با قیمت بالا میخرن که مثلا این یه حماقتی هست به خاطر اینکه انتظار دارن بعدن افرادی که حماقت بالاتری دارن بیان اون سهم رو گرونتر از اینها بخرن خدای نکرده ما به این مرحله ورود نکنیم من جسارتا نوصد احساس میکنم ورود کردیم به این مرحله یعنی سهام هایی که واقعا اصلا ارزشش رو نداره ما داریم قیمت بالا می خریم همش هم دعوت می کنیم دیگران شما هم بیاید پروتون رو بیارین توی بورس که چه بشه که بعد من این سهام رو بتونم به قیمت بالاتری به دیگران در واقع بفروشم یک عضو مجلس ارتجا اعتراف کرد که بخش اعظم تلفات انسانی ناشی از تصادفات نادیده گرفتن اشکالات ایمنی خودروها به خاطر زودجوی حکومت آخوندی است. شل درصد تصادفات جادهای در کشور ما از نوع واژگونی است. ضعف در ساختار بدنه خودروهای تولید داخل از مهمترین عوامل شدت بخشیدن به صدمات وارده و افزایش جانباختگان سوانه رانندگی شناخته شده است. آه. از مجموع 16212 فوتی ناشی از حوادث رانندگی در سال 96 5441 نفر با خودروی پراید و 3686 نفر با پژو 405 که خودروهای مذکور به حمایت آمار از ایمنی مناسب برای حفاظت از جان رانندگان و سرنشینان خود برخوردار نیستند مظلومین سالیانه بیش از 300 هزار نفر عموما به دلیل همین نقصای ایمنی خود رو می باشد. در شرایط گسترش مبتلایان به کرونا در استانهای مختلف جمعه بازارهای خامنه ای در بسیاری از شهرهای استانها به جز استانهای تهران، مازندران و سمنان برگزار شد به گزارش رسانهای حکومتی جمعه بازارها جمعه بازارهای رژیم در استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، اردبیل، گلستان، ایلام، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمانشاه، فارس، گیلان، اصفهان، البرز، کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، زنجان، کردستان و کرمان برگزار شد. برگزاری نمایش جمعه در خوزستان در حالی است که وزارت بهداشت رژیم وضعیت شیوع کرونا در استان خوزستان را قرمز اعلام کرده و نسبت به اوجگیری کرونا در استانهای لرستان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی هشدار داده است. حکومت آخوندی که هیچگاه قرنطینه جدی با هزینه ها و تدابیر لازم برقرار نکرده و مردم را به قربانگاه کرونا میفرستد، با برگزاری نمایش های جمعه و های مساجد نیز تلاش می کند اوضاع را به رقم شیوع فاجعه بار کرونا عادی قلم داد کند. در بحوه فاجعه کرونا و به رقم فداکاری پرستاران میهنمان میرزا بیگی رئیس نظام پرستاری اعتراف کرد که پرستاران هیچ امنیت شغلی ندارند. چهار سال گذشته تقریبا ما استخدام دولتی نداشتیم استخدام دولتی نداشتیم استخدام شرکتی هم یک هزار تا یک تا نهایتا بوده که هیچ امنیت شغلی ندارن و الان مشکلاتی که عرض میکنم به بار آورده پرستاران بودن که 24 ساعت این سه ماه رو در بخشا حضور داشتن نیروی پرستار رو به بهانه استخدام صداش میکنیم هیچ قراردادی نمیبندیم الان یک قرارداد ساعتی 85 روزه جلوش میذارن میگن میخوای امضا کن میخوای امضا نکن این اصلا انصاف نیست در بهبوهه بحران کرونا و انواع مصائب ناشی از کرونا ولایت هجوم ملخ به هفت استان ایران بیش از پیش بر مصیبت و تنگناهای مردم افسود است رزامیر سخنگوی سازمان حفظ نباتات به خبرگزاری حکومتی ایلنا گفت پیشتر شش استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، خوزستان و کرمان مورد حجوم ملخهای صحرایی قرار گرفته بود و به تازگی استان خراسان جنوبی به جمع این استانها اضافه شده است. سطح آلودگی هر یک از این استانها به آفت ملخهای صحرایی از این قرار است. در رتبه اول استان سیستان و بلوچستان با سطح آلوده 8236 هکتار قرار دارد. بعد از آن هرمزگان با سطح 49195 هکتار، بوشهر با سطح 30550 هکتار، فارس با سطح 20590 هکتار، جنوب کرمان با سطح 14030 هکتار، خوزستان با 6017 هکتار و خراسان جنوبی با 5077 هکتار قرار دارد. رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس ارتجا در گفتگو با تلویزیون حکومتی به عدم آمادگی دستگاه های حکومتی در مواجهه با زلزله در تهران از آن کرد. بحث زلزله تهران که ما متوجه شدیم که اساسا تو شهر تهران ما دچار مشکل هستیم هم به لحاظ اطلاع رسانی مردم هم دسترسی به نقاط حادثه دیده فهمیم که آمادگی دستگاه ها و مثلا ما در شهر تهران تعداد آمبولانس هایی که داشتیم و امکانات اورژانس اصلا متناسب با شرایط تهران نبود الان مخصوصا در شهر تهران و حتی خیلی از شهرهای دیگر کشور یه جمعیت قابل توجهی دارن در بافتای فرسوده زندگی میکنن یعنی یه سطح زیادی از شهرهای ما بافتای فرسوده و ناکارآمد هستن که در مقابل حوادث بسیار آسیب پذیر هستن ادامه خبرها وزارت های خارجه و خزانداری آمریکا و گارد ساحلی این کشور خواستار اقدام بین المللی برای ممانعت از دور زدن تحریم ها توسط رژیم های شرور از جمله رژیم آخوندی شدند. این توصیه نامی تاکید می کند آمریکا متعهد به جلوگیری از فعالیت های حمل و نقل توسط رژیم های شرور در جهان شامل دور زدن تحریم ها و قاچاق مواد نیست که می تواند مجرمانه را تسهیل و صلح و امنیت بین المللی را تهدید کند. در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک کلیکرافت نماینده دائم آمریکا در ملل متحد نسبت به ادامه کمک های تسلیحاتی رژیم آخوندی به حزب شیطان لبنان هشدار داد وی گفت حزب الله لبنان برخلاف قطنامه های 1701 و 1559 عمل می کند ما خود را در نگرانی دبیر کل ملل متحد در این رابطه سهیم می دانیم. رویترز خبر داد دولت آمریکا در صدد است مانع صادرات نفت از سوی رژیم ایران به ونزوئلا و دریافت طلا در ازای آن شود یک مقام ارشد دولت ترامپ به رویترز گفت ایالات متحده در نظر دارد اقداماتی را در پاسخ به صدور نفت ایران به ونزوئلا انجام دهد آمریکا از یقین بالایی برخوردار است که دولت نیکولاس مادورو به رژیم ایران چندین تون طلا در ازای نفت پرداخت می کند. روزنامه شرق با عنوان اقدام سه در شرق سوریه برای بستن مسیر تهران بیروت نوشت آمریکا، روسیه و اسرائیل در تلاش هستند تا مسیر استراتژیک بین تهران و بیروت را که از بغداد و دمشق عبور می کند ببندند. رژیم ایران از این مسیر برای انتقال مهمات و اسلحه به متحدین خود به ویژه حزب الله استفاده می کند. به دنبال کشف جسد دو تن دیگر از مهاجران غرق شده افغان، رئیس هیئت تحقیق افغانستان در این باره گفت 15 تن دیگر از مهاجران هنوز ناپدید هستند. خبرگزاری طولو نیوز افغانستان گزارش داد هیئت تحقیق میگوید به شواهدی دست یافته است که کارجویان افغان در مرز میان افغانستان و ایران غرق شدند. این منبع افسود شماری از شهروندان در آلمان در اعتراض به کشتار بیرحمانی مهاجران افغانستان در برابر سفارت رژیم ایران تجمع کردند. کمیته سازمانده تظاهرات انقلاب اکتبر عراق در بیانیه اعلام کرد مصطفی کازمی باید از برهمساله رسما بخواهد تا پارلمان فاسد را منحل کند و به یک انتخابات آزاد و سالم تحت نظارت بین و, و بر اساس قانون انتخابات جدید عادلانه و منصفانه فراخواند. این یکی از خواسته های پایه‌ای تظاهرات انقلاب اکتبر و مردم عراق است. عملکرد حقیقی برای پاسخ به خواسته های تظاهرکنندگان کن... انحلال پارلمان فاسد است. پاسار رجبی رئیس مرکز پیشگیری از جرائم سایبری نیروی انتظامی آخوندها درباره حراس و استیصال رژیم از برملا شدن اقدامات مجرمانش در شبکه های اجتماعی گفت ما یکی از نقطه ضعف های اساسی که در فضای مجازی داریم بحث حکمرانی در فضای مجازیه ما حدودا خب یک دقیقه فرصت داریم بله بیشتر جرائم و مصادیقی که ما رصد میکنیم در خارج از مرزها میزبانی میشه یعنی ما سایت های خارجی هستن که در بیرون از کشور میزبانی میشن این موضوع حکمرانی مانع اساسی است برای اینکه بتونیم پاکسازی بکنیم چون بر اساس خیلی از مسادر کشورهای دیگه ممکنه این نوع جرائم یا این شیوه از رفتارها رو باهاش برخورد غذایی مناسبی انجام ندن مثل داخل کشور ما درست. همین خاطر یکی چالش های اساسی ماست که همیشه میزبانی سایت های مجرمانه حتی تو شبکه های اجتماعی یکی از چالش های اساسی یک کارشناس حکومتی گفت تنها در سالهای 97 و 98 اقتصاد ایران بین 12 تا 15 درصد کوچک شده است. و کرونا می تواند اقتصاد ایران را تا 11 درصد کوچک کند. اتفاقی که اگر رخ بدهد اقتصاد ایران را به سمت یک فاجعه بزرگ نزدیک خواهد کرد. همچنین روزنامه حکومتی آرمان نیز نوشت در ایران یک اقتصاد کاملا قارتی شکل گرفته است و در شرایط ترکیبی که ما با تحریم ها، سقوط قیمت نفت و ظهور کرونا مواجه شده ایم، شرایط کشور آبستن اتفاقات ناگواری در زمینه اقتصادی خواهد بود. همچنین راغفر کارشناس اقتصادی رژیم نیز درباره نتایج طرح چپاولگران گفت در بازی سهام فقط در دو ماه گذشته 500 هزار میلیارد تومان درآمد برای صاحبان سهام ایجاد شد. این درآمد حاصل شده محصول تولید نیست و محصول سفته بازی و سوداگری روی کاغذ است. آخرین خبر این ساعت زمین لرزه به قدرت 4.4 دهم در مقیاس ریشتر ساعت 17:22 22 دقیقه اصر روز جمعه 26 اردی بهشت ما در شهرستان پیشین در استان سیستان و بلوچستان رخ داد. این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده است.